یکصد جمله و یکصد عبارت بسیار کاربردی در انگلیسی روزمره و انگلیسی روزانه و اینها رو یک بار اگر یاد بگیری خیلی خوب میتونی رشد عالی در یادگیری داشته باشی Come with me Come with me Come with me یعنی با من بیا طرف میخواد یه جایی بره، تو رو هم میخواد دنبال خودش ببره. مثل ما که میخوایم بریم داخل این کلاس آموزشی، به شما میگیم Come with me. با من بیا. Come with me. Come with me. Can you turn the volume up? Can you turn the volume up? Can you آیا میتونی آیا میشه لطفا یه کاری بکنی چه کاری turn up turn up یک فعل عبارتیه یعنی زیاد کردن ولوم رو چرخوندن ما تو فارسی میگیم ولوم اما تو انگلیسی تلفظ درستش volume ولومو رو میتونی ببری بالا Can you turn the volume up? میشه صدا رو زیاد کنی؟ رفتیم دور دور حالش رو ببریم بچرخیم صفا کنیم صدای زبط رو باید زیاد کنی چی بگی؟ باید بگی Can you turn the volume up? آیا میشه صدا رو زیاد کنی؟ Can you turn the volume up? Can you turn the volume up? What did you say? What did you say? What did you say? یعنی شما چی گفتی؟ چی گفتی؟ این متوجه نشدم. اینو باید حواستون باشه. به رفیقتون مثلا میتونید بگید. به کسی که مثلا خیلی باش ندارید باش. خیلی راحتین. خیلی رسمی نیست. What did you say? شما چه گفتی؟ چی گفتی؟ What did you say? What did you say? Do you know what I mean? Do you know what I mean? Do you know یعنی آیا میدونی what I mean چیزی که منظور منه چیزی که منظور من رو متوجه میشی منظور من را متوجه میشی خیلی خوب طبیعتا استفاده میشه حرف زدی طرف متوجه نشده شک داری میخوای مطمئن شی که متوجه منظورت شده میپرسی Do you know what I mean آیا منظور مرا من می میدونی آیا منظور من رو متوجه میشی Do you know what I mean Do you know what I mean Do not worry. Don't worry. Worry یعنی نگران بودن. Don't worry یعنی نگران نباش. نگران چی هستی؟ با هم پیش میریم. با هم یاد میگیریم انگلیسی رو. اما چطوری؟ کاری نداره. جملاتی که داریم خدمت شما با هم تمرین میکنیم رو در قسمت کامنت بنویس برای رشد اعتماد به نفست با صدای رسا تکرار کن. اگر تکرار نکنی میدونی مثل چی میمونه مثل اینه که بری باشگاه برای تقویت عضلات بدنیت فقط بری نگاه کنی ورزشکارا رو که دارن وزنه میزنن زیر وزنه خدا حسابی خسته میشن رو فقط نگاه کنی بعد انتظار داشته باشی که عضلاتت رشد کنه قوی بشه نه عزیزم یادگیری زبان یک مقوله کاملا عملیه تئوری نیست باید عضلات زبانی و دهانیت رو به کار بگیری باید بنویسی در ذهنت در ایندکس گذاری ذهنت هک بشه بنویس برای رشد اعتماد به نفست در قسمت کامنت در دفترچه یادداشتت برای مرور دوباره و برای اینکه خوب بهشون مسلط بشی تکرار کن با صدای رسا وزنه بزن وزنه انگلیسی چیه تکرار با صدای رسا این عبارت ها و جملات رو Don't worry نگران نباش با هم درستش میکنیم فقط طبق چیزی که بهت میگم تمرین کن بدون شک یاد میگیری اگر یاد نگرفتی بیا سراغ انگلیسی مثل آب خوردن حساب ما رو برس Don't worry نگران نباش Don't worry Don't worry I don't agree I don't agree. I agree یعنی من موافقم. I agree. I agree. آقا من موافقم. حرف درسته. حالا میخوام بگم من موافق نیستم. اگر میخوای جمع کنی آخر هفته بری کمپ فلانجا من موافق نیستم. چه جوری بگیم؟ اینجوری میگیم I don't agree. نباید بگیم I'm not agree. I don't agree. من موافق نیستم یا I agree من موافقم. اگر موافق نیستید I don't agree. من موافق نیستم. I don't agree. I don't agree. Did you get it? Did you get it? Did you حالت سوالی آیا تو فلان کارو کردی؟ Get گرفتن it اون چیز رو. Did you get it? موضوع رو گرفتی؟ گرفتی چی میگم؟ اون ماجرا رو گرفتی؟ Did you get it? در پاسخ میگید I got it. من گرفتم. گرفتم چی میگی؟ یا میتونید بگید I get it. میگیرم چی میگی؟ I get it. میگیرم چی میگی؟ Did you get it? ما به شما روش درست تمرین و استفاده از این درس و این کلاس رو گفتیم. Did you get it? موضوع رو گرفتی؟ گرفتی؟ <applause> Did you get it? Did you get it? Where are you from? Where are you from? Where are you from? یعنی اهل کجایی؟ از کجا میای؟ بچه کجایی؟ بچه این محلی یا نه؟ Where are you from? شما اهل کجا هستید؟ Where are you from? Where are you from? do as i say do as i say do یعنی انجام بده دهنتو ببند و کاری که میگم و بکن از I say یعنی همونطوری که من میگم طرف مثلا میگه اگر فلان کارو بکنم در رابطه عاشقانم این اتفاق میفته یا نمیفته از یک آدم با تجربه دارید توصیه میگیرید دارید نصیحت میگیرید بعد حرفاش رو میزنه میگه do as I say همان کاری که میگم و بکن چیز اضافی انجام نده کار اضافی انجام نده همون کاری که میگم رو انجام بده چجوری میگه میگه do as I say همان کاری که میگم رو انجام بده. Do as I say. دو از I say. Have a good trip. Have a good trip. Trip یعنی سفر گود خوب خوش هفت داشته باشید. Have a good trip. سفر خوبی داشته باشید رفیق نامزد دوست دختر دوست پسر داره میره سفر میگی have a good trip سفر خوبی داشته باشی برو خدا به همراهت have a good trip سفر خوبی داشته باشی have a good trip have a good trip a lovely day is not it a lovely day isn't it؟ a lovely day lovely یعنی دوست داشتنی دی روز a lovely day یک روز دوست داشتنی is not it؟ تک questionه یعنی yani, میخوای تعیید بگیری از not it؟ یعنی yani, آیا اینطور نیست؟ چطور؟ a lovely day یک روز دوست داشتنی امروز آیا یک روز دوست داشتنی نیست؟ isn't it؟ این طور نیست؟ چقدر کار چطور؟ الان بهت میگم وقتی که میخوای سر حرف باز کنی با طرف موخش رو بزنی یا میخوای مکالمت رو شروع کنی به ببینی ببینید پا میده را میده چطور میتونی مکالمه رو شروع کنی اینجوری یک لبخند خوشکل هم میندازی رو لبات و میگی A دی day isn't it? یک روز دوست داشتنی اینطور نیست در فرهنگ و زبان انگلیسی اینجوری حرف رو باز میکنن شما چی شما بلدی مخ بزنی یا نه A دی day isn't it? یک روز دوست داشتنی این طور نیست؟ A lovely day, isn't it? A lovely day, isn't it? What do you need? What do you need? What do you need? یعنی چی لازم داری؟ چی نیاز داری؟ میخوام سالات درست کنم. حالا چی نیاز داری؟ سوس، کاهو، خیار، گوجه چی لازم داری؟ What do you need? What do you need? What do you need Please come as soon as possible Please come as soon as possible? Please come لطفاً بیا as soon as possible در زودترین حالت ممکن آقا تا میتونی سریع بیا اینجا اسباب له و لعب ردیفه چی کار میخواییم بکنیم؟ معلومه که میخوایم انگلیسی یاد بگیریم چی خیال کردی؟ پس دور نشو Please come as soon as possible لطفاً در زودترین حالت ممکن بیا Please come as soon as possible Please come as soon as possible Come on. Come on. Come on. یک فعل عبارتی یعنی بی خیال بیا دیگه بابا با انقدر ناز نکن این کارو نکن اون کارو نکن بیا دیگه بابا با بی خیال. کامان خیلی استفاده میشن این عبارت ها و این جملات در انگلیسی واقعی خیلی ممکنه شنیده باشید ولی معنیش رو نمیدونستید کامان بی خیال بابا خیلی توضیح دادی دیگه کامان بی خیال بابا بلند رو بریم تفری دیگه کامان بی خیال بیا دیگه بابا میخوایم بریم انگلیسی یاد بگیریم بی خیال کامان dude Come کامان بی خیال بابا بیا دیگه کامان Come کامان on. Come on. I hope so. I hope so. I hope یعنی من امیدوارم سو so, این چنین حرفی که تو زدی اگه قرار بارون بباره همه جا مشکلات بیابی خوش سالی رفت بشه I hope so امیدوارم اینطور باشه یا رفیق یا طرف داره در مورد یک ماجرای پیش بینی میکنه میگه اگر اینجوری بشه اینجوری میشه اگر فلان رابطه رو را با فلان کس داشته باشم اینجوری میشه و شما در نهایت میتونید بگید I hope so امیدوارم این طور باشه امیدواریم که همه چیز مرتب باشه I hope so امیدوارم این طور باشه I hope so I hope so Do you understand me? Do you understand me? Do you understand? یعنی آیا متوجه میشی؟ آیا میفهمی؟ می مرا؟ آیا حرف مرا متوجه میشی؟ من بهت گفتم طبق روش تمرین کن چیکار کنی؟ در قسمت کامنت جملات رو بنویس خودت رو نشون بده جرعتش رو داری یا نه اگر نمی نویسی دلیلش میتونه این باشه که خجالت میکشی دلیلش این میتونه باشه که جسارتش رو نداری هنوز به خودت انقدر اطمینان نداری نه ترس برای فائق شدن بر این مسئله تنها باید خودت رو نشون بدی خودت رو ابراز کنی در قسمت کامنت این جملات رو این عبارت ها رو از ابتدا تا انتها بنویس با صدای رسا تکرار کن وقتی که با صدای رسا تکرار کردی صدای خودت رو ضبط کن گوش بده ببین چی گفتی در این کلیپ ما چطور داریم تلفظ میکنیم چطور بیان میکنیم مقایسه کن اشتباهاتتو رو در بیار آقا دیگه کار شاقی که نیست خیلی راحته دیگه یک بار دو بار این کارو بکن ببین نتیجه میگیری باور کن روش درستش همینه حالا ما روش رو به شما توضیح دادیم در نهایت ازتون میپرسیم Do you understand me؟ آیا منظور مرا من می میفهمی؟ Do you understand me? Do you understand, me? Do you understand me? What is your phone number? What's your phone number? Phone number یعنی شماره تلفن. What's your phone number? شماره تلفن چیه؟ آه 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 آه. مخشو زدی. کارا ردیف شده. اوکی شده از هم خوشتون اومده. حالا میخوای شماره تلفنشو بگیری. What's your phone number? شماره تلفن چیه؟ What's your email address? آدرس ایمیلت چیه؟ What's your address? آدرس چیه؟ اینا رو میتونی بپرسی. What's your phone number? What's your phone number? What's your phone number? Call me any day. Call me any day. Call me یعنی به من زنگ بزن و البته منو صدا کن و در اینجا یعنی به من زنگ بزن. Any day هر روزی که دوست داشتی من همیشه در خدمت تو هستم. Call me any day. حالا شماره تلفن رو دادی بعدش میگی call me any day. هر روز خواستی به من زنگ بزن. Call me any day. Call me any day. I admire you I admire you admire یعنی تحسین کردن فردی رو تحسین کردن کار خیلی خوبی انجام داده تو فارسی میگیم کارت درسته دیگه خیلی کارت درسته تحسینت میکنم یه مقدار میخوایم با کلاستر از کارت درسته بگیم چجوری بگیم طرف یه کار خیلی خوبی یه کار خیلی قشنگی انجام داده میگیم I admire you من تو رو تحسین میکنم کاری که انجام دادی رو به خاطرش تو رو تحسین میکنم اینجوری میگیم تو انگلیسی با صدای بلند تکرار کنید تا خوب یاد بگیرید I admire you تو رو تحسین میکنم I admire you I admire you Can I help you? Can I help you? Can I help? یعنی آیا من میتونم کمک کنم you به شما پیشنهاد کمک میدید به فردی میخواید کمک کنید حالا اینکه اهداف انسان دوستانه پشتشه یا اینکه میخواید مخ طرف رو بزنید بماند ولی کلا از این قاعده و از این جمله استفاده میکنیم برای اینکه بخوایم پیشنهاد کمک به فردی بدیم Can I help you? میتونم کمکتون کنم مثلا میبینید یه خانوم دنبال آدرس میگرده یا یک آقا دنبال آدرس میگرده حس انسان دوستیتون گل میکنه میگید Can I help you؟ آیا میتونم کمکت کنم؟ Can I help you؟ Can I help you؟ What do you want to do? What do you want to do? What do you want? یعنی شما چه چیزی میخواید to do که انجام بدید رفیقتون سرگردون حیرونه میگه میخوای چی کار کنی؟ رفیق کارت چیه؟ برنامه چیه؟ میخوای چی کار کنی؟ What do you want to do? چه کار میخوایید بکنید؟ What do you want to do? What do you want to do? I decline that. I decline that. Decline یعنی رد کردن چیزی، نپذیرفتن چیزی. پیشنادی به شما میده رفیقتون. میگید نه موافق نیستم. I decline that. ردش میکنم اون پیشنهاد رو. I decline that. I decline that. Enjoy yourself. Enjoy yourself. Enjoy لذت بردن yourself خودت. Enjoy yourself یعنی خوش بگذره، خوش بگذرون. داری میری مهمونی، داری میری گردش. Enjoy yourself. خوش بگذره بهتون. Enjoy yourself. Enjoy yourself. You are wasting my time. You are wasting my time. You are wasting. تو داری هدر میدی. چی رو؟ My time. زمان من رو. وقت من رو داری تلف میکنی. با این حرفات داری وقت من رو تلف میکنی. برس به درس. درس بده چرا انقدر حرف میزنی. You are wasting my time. داری وقت من رو تلف میکنی. You are wasting my time. You are wasting my time. Do you need anything? Do you need anything? Do you need یعنی yani آیا شما لازم داری anything چیزی؟ Do you need anything? آیا چیزی لازم داری؟ Do you need anything? Do you need anything? Where are you going? Where are you going? Where are you going? یعنی داری کجا میری؟ تو دیدی داره با عجله یه جایی میره. بهش میگی Where are you going? داری کجا میری؟ یا اینکه ممکنه مامان این سوال رو از شما بپرسه. Where are you going? داری کجا میری؟ به من بگو. مامانا نگرانن دیگه. Where are you going? داری کجا میری؟ Where are you going? Where are you going? I hope you understand. I hope you understand. I hope یعنی من امیدوارم you understand شما متوجه بشید. بفهمید موضوع رو. I hope you understand. امیدوارم متوجه حرفم بشی. این همه درد دل کردم برات. مشکلات رو برات توضیح دادم. I hope you understand. امیدوارم متوجه بشوی. I hope you understand. I hope you understand. Do not move. Don't move. Move یعنی جا به جا شدن، تکون خوردن. رفتی آره اشکار، رفتی سلمونیه ای hey, تکون میخوری. نمیذاری مواتو کوتاه کنه. همون مدل همیشگی، بله، باز هم میخواد مواتو خراب کنه. و میگه don't move، تکون نخور. یا میخوای با رفیقت شوخی کنی، میگی تکون نخور، don't move، تکان نخور. Don't move. Don't move. I am tired. I'm tired. Tired یعنی خسته فیزیکی، خسته جسمی، کار بدنی انجام دادی، پس tired شدی خسته شدی I'm tired من خستم امیدواریم شما خسته نباشید چرا چون اول درس اول کلاس حالا کار داریم با هم داریم پیش میریم میخوایم با هم کلی چیزای خوب یاد بگیریم I'm tired من خستم I'm tired I'm tired I am bored I'm bored. Bored یعنی کسل، کسی که کسل شده، خسته روحی، روانی، کسل حوصله نداره. پس فرق داره با tired. Tired شد خسته جسمی و bored یعنی کسل، خسته روحی، حوصله نداشتن. I'm bored. من کسلم. I'm bored. I'm bored. Can you please repeat that? Can you please repeat that? can you please یعنی لطفاً میشه یه کاری رو انجام بدی شما میتونی یه کاری رو انجام بدی can you please یا could you please چقدر معدبانه است این ساختار repeat تکرار کردن that اون حرفه اون چیزه اون چیزی که گفتی رو میتونی تکرار کنی خیلی استفاده میشه دیگه خارج از کشور تشیف بردی طرف یه چیزی میگه متوجه نمیشی میگی can you please repeat that آیا میشه لطفاً تکرارش کنی can you please repeat that Can you please repeat that? How can I go to the city? How can I go to the city? How can I go یعنی من چطور میتونم برم to به یه جایی حالا ممکنه اونجا هر جایی باشه to school to hospital to bank to 7th street هر چیزی اینجا to the city به شهر برم فرض کنید در حاشیه یک شهر خونه گرفتی هتل گرفتی ویلا گرفتی حالا میپرسی how can i go to the city چطور می توانم به شهر بروم how can i go to the city how can i go to the city absolutely not absolutely not Absolutely یعنی قطعا مطلقا Not خیر Absolutely not قطعا نه اگر میخوای مسواک منو استفاده کنی نمیتونی Absolutely not اجازه نداری قطعا نه Absolutely not قطعا نه Absolutely not Absolutely not God bless you God bless you! گاد خداوند با جی بزرگ وقتی نوشته بشه یعنی خداوند یکتا اگر با جی کوچک نوشته بشه یعنی خدایگان مثلا خدایگان هندی ها که زیاد خدامدا دارند بلس رحمت نعمت یو تو God bless یو یا گاد بلس یو یعنی رحمت خدا بر تو رحمت خداوند و نعمت خداوند بر شما عزیزان که ما رو همراهی میکنید و یاری میکنید بتونیم در این مسیر پیش بریم و با هم انگلیسی یاد بگیریم بنابراین God bless you یا God bless you هر دو تلفظ رو ممکنه بشنوید از یک نیتیف. یعنی رحمت خدا بر تو باد نعمت خدا بر تو ارزانی باد God bless you رحمت خدا بر تو God bless you God bless you I am good at my work I'm good at my work I'm good at یعنی من در یه چیزی خوبم کارم درسته زبدم خبرم نگران نباش اینجا چی گفته my work کارم I'm good at my work من در کارم خوبم در کارم زبدم واردم نگران نباش don't worry I'm good at my work من در کارم زبدم خوبم I'm good at my work I'm good at my work Leave it to me. Leave it to me. Leave یعنی رها کردن. بچه تلفظش فرق داره با live. Live یعنی زندگی کردن و leave یعنی ترک کردن جایی یا ترک کردن چیزی leave it یعنی رهاش کن بیخیالشو to me به من leave it to me بسپارش به من اون کاره رو بسپار به من نگران نباش یادگیری انگلیسیتون رو بسپارید به انگلیسی مثل آب خوردن با هم در قسمت کامنت عبارت ها و جملات رو فراموش نمی کنیم که برای رشد اعتماد به نفسمون بنویسیم و با صدای رسا تکرار کنیم چون این تکرارها باعث میشه که یک بار برای همیشه این عبارت ها و جملاتی که بسیار در انگلیسی واقعی کاربرد دارن و تکرار میشن و خیلی در انگلیسی و مکالمات روزمره استفاده میشن رو یک بار برای همیشه یاد بگیریم با صدای رسا تکرار بکنیم بچه ها leave it to me بسپارش به من leave it to me leave it to me Are you coming with me? Are you coming with me? Are you coming? یعنی آیا تو داری میای with me همراه با من من دارم میرم خرید کنم دارم میرم فروشگاه Are you coming with me? آیا تو داری با من میای تو فارسی کوتاه میگیم با من میای تو انگلیسی جمله کامل و درستش Are you coming with me? داری آماده میشی آیا با من داری میای بریم فروشگاه بریم بگردیم Are you coming with me? آیا تو داری با من می Are you coming with me? Are you coming with me? Could you help me? Could you help me? Could you help? معدبانه داری درخواست کمک میدی به فردی. could you help me رفتی بانک یه فرمی رو به شما دادن سوال داری میگی could you help me آیا میشه به من کمک کنی یا میخوای آدرس بپرسی could you help me آیا میشه به من کمک کنی فلان سفارش رو در فلان فروشگاه میخوای بدی و میخوای درخواست کمک بکنی برای شروع از این جمله و از این عبارت میتونی استفاده بکنی چقدر کاربردی انصافاً انصافا در مکالمات روزمره میتونید از این عبارت ها و جملات استفاده کنید could you help me آیا میشود به من کمک کنی Could you help me? Could you help me? Do not be so childish. Don't be so childish. Don't be یعنی نباش. یه چیزی نباش. چه چیزی در اینجا so این چنین یا انقدر زیاد. Childish. Child یعنی بچه و childish یعنی بچه طوری. کسی که کاراش بچگانه است. Don't be childish یعنی انقدر بچه نباش انقدر بچه بازی در نیار بابا اذیتمون نکن دیگه دوست داره اذیت میکنه دوست داره اذیتت میکنه هی hey, بازی در میاره هی hey, ناز میکنه بهش میگی Don't be so childish انقدر بچه نباش انقدر بچه بازی در نیار بز کار بزرگا رو انجام بدیم ای hey, بابا Don't be so childish انقدر بچه نباش Don't be so childish Don't be so childish I am busy at the moment. I'm busy at the moment. I'm busy یعنی سرم شلوغه به تنهایی یعنی سرم شلوغه. At the moment در این لحظه‌ای که دارم در موردش صحبت می‌کنم بهات I'm busy سرم شلوغه. At the moment در لحظه‌ای که دارم بهات حرف می‌زنم so don't bother me because I'm busy at the moment سرم الان شلوغه. I'm busy at the moment. I'm busy at the moment. Can I ask you something? کن I ask you something? Ask you? یعنی آیا میشه ازت درخواستی داشته باشم؟ چقدر معدبان است؟ چقدر بچه های خوبی داریم؟ چقدر زبان آموزان معدب با کلاسی داریم؟ Can I ask you? آیا میشه ازت یه درخواست بکنم؟ چه چیزی؟ Something. یه چیزی. Something. چیزی که حالا معلوم نیست. حالا در ادامه میخواد بگه ماشین تو قرض بده، پول قرض بده، خودکار قرض بده، فلان بهمان. Can I ask you something? آیا میشه چیزی ازت بپرسم؟ خیلی استفاده میشه دیگه درسته؟ شما براتون ممکنه پیش بیاد از رفیقتون، از بادرتون، از پدرتون با کسی که یه مقدار حالا ممکنه باهاش رو درواسی هم داشته باشید. Can I ask you something? آیا میشه ازت چیزی بپرسم؟ Can I ask you something? Can I ask you something? When is the train leaving? When is the train leaving? When is یعنی چه موقع است the train leaving زمان ترک قطار در ایستگاه مترو در اسکای قطار استادی، حالا میپرسی when is the train leaving زمان حرکت قطار چه موقع است when is the train leaving when is the train leaving Cheer آپ چیر آپ چیر یعنی شاد بودن سلامت بودن چیر آپ یک فعل عبارتیه و چقدرم عالی استفاده میشه یعنی شاد باش اخماتو باز کن نگران نباش بابا بیا خوش حالش حالشو ببریم شما هم دارید عبارت ها و جملات بسیار رایج در انگلیسی رو یاد بگیرید بنابراین چیر آپ شاد باش اخماتو باز کن اخماتو باز کن عزیزم چیر آپ شاد باش. اخبهایت را باز کن. Cheer up. Cheer up. I hate you. I hate you. هیت یعنی متنفر بودن You تو I hate you همونطور که I love you یعنی من عاشقتم I hate you یعنی ازت متنفرم سعی کنید به کسی نگید خب ولی به هر حال لازمه یاد بگیرید بلد باشید I hate you ازت متنفرم I hate you I hate you Are you sure؟ Are you sure? Sure, yani ets minandash dan mutsma en budan. Are you sure? Yani oyo mutsma eni felon harfomiz eni mutsma eni. Are you sure? Mutsma eni. Are you sure? Are you sure? I am sorry, I cannot assist you. I'm sorry, I can't assist you. I'm sorry متاسفم I can't نمیتونم assist assist یعنی کمک کردن دستیاری کردن، مشارکت کردن. You به شما. I can't assist you. نمیتونم کمکت کنم. I'm sorry. متاسفم. I'm sorry. I can't assist you. در جایی طرف از شما یه کمکی خواسته. خب متاسفانه نمیتونید به هر دلیل کمکش کنید. خیلی معدبانه پاسخ میدید. I'm sorry. I can't assist you. متاسفم. نمیتوانم کمکت کنم. I'm sorry. I can't assist you. I'm sorry, I can't assist you. Forget it. Forget it. Forget یعنی فراموش کردن it اون چیزه رو اون کاری که کردی رو فراموشش کن اشکال نداره Forget it حرفشو نزن بی شو. دیگه نمیخواد در موردش صحبت بکنی من دیگه ناراحت نیستم Forget it کاربردهاش هم که داریم خدمتون ارز میکنیم چقدر ارزندن چقدر عالیان جملات و عبارت هایی که داریم در این درس خدمت شما بیان میکنیم از انگلیسی واقعی از انگلیسی که در دنیای روز همین الان داره استفاده میشه و شما باید بلدش باشید چرا چون بهتون کمک میکنه چون اینا پرتکرارن اگر اینا رو بلد باشید رشد خیلی خوبی در یادگیریتون خواهید داشت بنابراین ناراحت نباشید forget it. فراموشش کن forget it. Forget it. I'm sorry to interrupt you. I'm sorry to interrupt you. I'm sorry متاسفم interrupt یعنی قطع کردن، ایجاد وقفه کردن در چیزی. You شما I'm sorry to interrupt you یعنی متاسفم که حرفت رو قطع می کنم. وسط حرف طرف با جفت پا رفتی اما یه دفعه به خودت می میبینی عجب اوضاع خرابی. I'm sorry to interrupt you متاسفم که حرف شما رو قطع می کنم یا یعنی اینکه قبلش میخواد وسط حرف طرف چیزی رو اضافه کنی. I'm sorry to interrupt you متاسفم که حرف شما رو قطع می کنم. I'm sorry to interrupt you I'm sorry to interrupt you! How much is it? How much is it? How much یعنی چقدر؟ Is it اون چیزه است؟ How much is it یعنی چنده؟ قیمتش چنده؟ تلفظ درستش رو دقیق کنید. خیلی از بچه ها اشتباه تلفظ میکنن. مثلا میگن How much یا How much؟ نه. How 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 ببینید تلفظش رو How 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 much How much is it? چنده؟ قیمتش چنده؟ خیلی استفاده میشه دیگه. یه چیزی میخوای بخری تو فروشگاه مغازه فلانجا. How much is it? اشاره میکنی به اون چیزه و اعلام میکنی How much is it? قیمتش چنده؟ How much is it? How much is it? Where do you live? Where do you live? live یعنی زندگی کردن where do you live یعنی شما کجا زندگی میکنی فضولیم دیگه میخوایم ببینیم که شما کجا زندگی میکنید شما راستی کجا زندگی میکنید از کجا با انگلیسی مثل آب خوردن همراه هستید از کدوم کشور ایران افغانستان تاجیکستان عراق امریکا استرالیا کانادا where do you live کجا زندگی میکنی where do you live کجا زندگی میکنی where do you live where do you live Forgive me. Forgive me. Forgive یعنی بخشیدن، می مرا. Forgive me مرا ببخش با دوست دوست دختر دوست پسرت پدر مادر به خیلی استفاده میشه یه کار خطایی انجام دادی حالا میگی forgive me مرا ببخش یا به خداوند میگی بابت اطلاف وقت و زمان و عمرت خدایا ما رو ببخش به خاطر این همه وقتی که در اختیار ما قرار دادی در این زندگی و این فرصت زندگی رو تباه کردیم اما قول میدیم از این به بعد انگلیسی رو یاد بگیریم بتونیم تغییرات بسیار عمده در زندگیمون ایجاد کنیم forgive me مرا ببخش. Forgive me. Forgive me. They like each other. They like each other. They like اونا خوششون میاد. اونا دوست دارن ایچ other همدیگه. اونا از همدیگه خوششون میاد. خوش به حالشون شما هم از همدیگه خوشتون میاد. They like each other. آنها از هم خوششان می آید. They like each other. They like each other. How do you feel? How do you feel? feel یعنی احساس کردن حس کردن how do you یعنی شما چطور how do you feel یعنی چه حسی داری چه احساسی داری حس غم حس خوشحالی امیدواریم که خوشحال باشید همراه با انگلیسی مثل خوردن انگلیسی یاد میگیریم how do you feel چه حسی داری how do you feel how do you feel where did you get it Where did you get it? Where did you یعنی شما کجا فلان کارو کردی؟ فعل کمکی did get گرفتن it اون چیزه رو اون چیزه رو که خریدی اون چیزه رو که گرفتی Where did you get it? از کجا گرفتیش؟ Where did you get it? Where did you get it? Be careful. Be careful. Careful یعنی مراقب کسی که حواسش هست شمایی که حواستون هست عمرتون رو تلف نکنید درست استفاده کنید بی بودن یعنی باش Be careful مراقب باش حواست باشه Be careful مراقب باش Be careful Be careful I cannot wait any longer I can't wait any longer. I can't wait یعنی نمیتونم منتظر بشم longer طولانی تر long I can't wait any longer بیش از این دیگه نمیتونم منتظر باشم هیجان دارم انگلیسی یاد بگیرم بتونم انگلیسی صحبت بکنم راهش چیه عزیز دلم راهش اینه که تمرین کنی تکرار کنی با صدای رسا تکرار کنه با ها و جملاتی که داریم خدمت شما بیان میکنیم فقط نظارگر نباش تمرین کن تکرار کن با من بگو I can't wait any longer نمیتونم بیش از این منتظر باشم. I can't wait any longer. I can't wait any longer. Anything else? Anything else? Anything یعنی چیزی else دیگر چیز دیگه ای امر دیگه ای دستور دیگه ای همچنین رفتید رستوران گارسون میاد میگه anything else چیز دیگه ای میخواید یا دارید سفارش میدید غذا سفارش میدید کباب کباب ایرانی یا دارید فسفود سفارش میدید هر چیزی و کسی که از شما سفارش میگیره میگه anything else چیز دیگه میخواین چقدر کار بردین، چقدر آلین عبارت ها و جملاتی که تقدیم داریم میکنیم خدمت شما عزیزان anything else چیز دیگه ای anything else anything else Be quiet. Be quiet. Quiet یعنی ساکت. بی یعنی بودن اول جمله اومدنی باش. بی quiet. ساکت باش. حرف اضافی نزن دیگه. Be quiet. ساکت باش. Be quiet. Be quiet. I do not have time. I don't have time. I don't have یعنی من ندارم. Time زمان. I don't have time. طرف میگه فلان رو دو ساعت دیگه برات انجام میدم. شما میگید sorry but I don't have time. متاسفم اما وقتش رو ندارم. من وقت ندارم انقدر منتظر شم. I don't have time. من وقت ندارم. I don't have time. I don't have time. Are you kidding? Are you kidding? Kidding یعنی شوخی کردن. Are you یعنی آیا شما داری یه کاری انجام میدی؟ چه کاری؟ Kidding. Are you kidding? داری شوخی میکنی با من؟ حرفی که میزنی شوخی میکنی یا جدیه؟ Are you kidding? داری شوخی میکنی؟ Are you kidding? Are you kidding? What is your email address? What's your email address? What's your email address? Email که میتونید چیه؟ یعنی email address، address. What's your phone number؟ شماره تلفن ات چنده؟ What's your ID؟ ID چیه؟ What's your email address؟ Email لات چیه؟ Address ایمیل لات چیه؟ چه گاد کار بودیان این سوالات جملات میتونید باهی تغییر کوچیک سوالات دیگری بپرسید. What's your email address؟ Address ایمیل لات چیه؟ What's your email address؟ What's your email address? I do not want it. I don't want it. I don't want any man I want any I don't want man It unchizaro. I don't want it. Man I don't want it. I don't want it. You are driving too fast. You are driving too fast. You are driving. تو داری رانندگی میکنی تو بیش از اندازه در اینجا. Fast سری. Too fast یعنی خیلی سری. You are driving too fast. خیلی سری داری رانندگی میکنی. لطفا آهسته تر برو. داری هشدار میدی به طرف. به رفیق داری هشدار میدی. You are driving too fast. خیلی سری داری رانندگی میکنی. You are driving too fast. You are driving too fast. Talk to you tomorrow. Talk to you tomorrow. Talk to you. یعنی با شما حرف میزنم. Tomorrow فردا. موقعی که میخوای طرف رو بپیچونید بگید دیگه حالا فردا باید حرف میزنم بابا دیگه اینقدر مزاحم نشو talk to you tomorrow یا خیلی محترمانه هم میتونید استفاده کنید طبیعتا talk to you tomorrow فردا با شما حرف میزنم talk to you tomorrow talk to you tomorrow What are your hobbies? What are your hobbies? Hobby یعنی سرگرمی. Hobbies حالات جمعشه. What are your hobbies? سرگرمیاتون چیا هستند؟ لطفا در قسمت کامنت با ما همراه باشید. بنویسید زمن این که عبارتها و جملات رو بنویسید. پاسخ بدید به سوالات. What are your hobbies? سرگرمی هایت چه هستند؟ What are your hobbies? What are your hobbies? It really takes time It really takes time It, اون چیزه اون کاره really واقعا takes بربر بر داره بر می داره. میبره تایم زمان It really takes time واقعا زمان میبره اون کاری که به من سپردی یه کم به هم فرصت بده. It really takes time واقعا زمان میبره. It really takes time. یکی از موضوعات دیگه که باید بهش توجه بکنید بچه ها در یادگیری انگلیسی خیلی گول تبلیغات کذایی و تبلیغات افراد شیاد رو میخورن مثلا طرف میگه توی پنج جلسه من مکالمت رو را میندازم بچه ها یادگیری زبان It really takes time واقعا زمان میبره نیاز به تمرین داره نیاز به تلاش داره اینکه شما فکر کنی فقط دو تا فیلم ببینی و زبانت خوب بشه نه این اتفاق نمیافته باید به خودت فرصت بدی باید عضلات زبانی و دهانیت رو در ابتدای کار حتی اگر یک لغت رو یاد گرفتی به کار بگیری همونطور که میری باشگاه وزن نمیزنی بدنت رو قوی میکنی، ازورات بازو، پا، بدن هر جایی رو تقویت میکنی، برای انگلیسی باید عضلات زبانی و دهانیت رو تقویت بکنی و برای این کار باید تکرار کنی حتی وقتی که یک لغت رو یاد گرفتی یک جمله رو یاد گرفتی باید تکرارش کنی یکی از دلایلی که ما همش تاکید میکنیم بچه ها لطفا تکرار کنید لطفا تکرار کنید همینه پس بنابراین با هم در قسمت کامنت برای رشد اعتماد به نفسمون می نویسیم و جملات رو و با صدای رسا تکرار میکنیم با هدف اینکه عضلات زبانی و دهانیمون تقویت بشن خوب بتونیم انگلیسی رو. صحبت بکنیم پس اینو همیشه میدونیم یادگیری زبان It really takes time واقعا زمان میبره It really takes time It really takes time Not yet Not yet یت یعنی هنوز همچنین یه معنی دیگه داره یعنی با این وجود نات برای منفی کردن نات یت هنوز نه همسر محترمت میگه مهمونام رسیدن یا نه شما میگید نات یت هنوز نه سفارش ما آماده شد نات یت هنوز نه آیا میتونی انگلیسی صحبت کنی شما میگی نات یت چرا نه باید تمرین کنی باید بتونی حداقل همین جملاتی که تو این درس داریم با هم کار میکنیم رو باید بتونی بیان کنی دیگه اگر تا الان نمیتونی برگرد از ابتدای همین درس کار کن به جای اینکه هزاران درس رو کار کنی قربون شکل ماهت برم برگرد از ابتدای این درس قوی کار کن همه چیز ساده است ما سه بار تکرار میکنیم یک بار آروم آروم یک بار با سرعت یکم کنتر و یک بار با سرعت نرمال و طبیعی بنابراین این منبع عالی برای یادگیریتونه اگر طبق روش کار بکنید آیا میتونید انگلیسی صحبت بکنید؟ نات یت اما بدون شک با تمرین این درس و این کلاس میتونید نات یت هنوز نه هنوز خیر نات Notیت S slow down your car slow down your car slow down فعل عبارتیه یعنی بیار پایین یور کار خودروی شما، ماشین شما سلو slow down your کار، سرعت ماشینت رو کم کن. قبلا گفتیم گفتیم خیلی سریع داریم میرونی، حالا میگیم slow down your کار، سرعت ماشینت را کم کن! Slow down your car. Slow down your car. Nice to meet you. Nice to meet you. میت یعنی ملاقات کردن نایس nice خوب نایس nice تو meet you یعنی از ملاقات با شما خوش وقتم خوشبخت نه ملاقات با یه نفر که نمیتونه شما رو یهو خوشبخت کنه پس خوش وقتم یعنی وقتم خوش شد وقتم خوب شد که با شما ملاقات کردم نایس nice تو meet یو از ملاقات با شما خوش وقتم نایس nice تو you. Nice to meet you. What are you talking about? What are you talking about? What are you یعنی شما در حال چه کاری هستید talking talking یعنی صحبت کردن about درباره what are you talking about در مورد چی داری حرف میزنی اون موضوعی که داری با من مطرح میکنی در مورد چی داری حرف میزنی بابا بی خیالش دیگه چقدر کاربردی ان نه ما شما رو در شرایط واقعی هم قرار میدیم دقیقا تو ذهنتون بیاد و این عبارت ها و جملات تو ذهنتون بمونه what are you talking about در مورد چی داری حرف میزنی What are you talking about? What are you talking about? I am on a diet. I'm on a diet. دایت یعنی رژیم غذایی. I'm on a diet یعنی من رژیم دارم. نمیتونم همه چیز بخورم. بهتر آقا خوراکمون نصف با هم میخوریم غذا رو هزینه هم کمتر. I'm on a diet. من رژیم دارم من در یک رژیمم آی من دایت آی من دایت فالو می فالو می فالو یعنی دنبال کردن دنبال چیزی رفتن می مرا فالو می یعنی منو دنبال کن دنبالم بیا خیلی کاربرد داره دیگه رفیقت میره فلان جا میگه فالو می دنبالم بیا آدرس پرسیدی طرف میگه من با ماشین میرم فالو می دنبالم بیا منو دنبال کن ما هم از شما میخوایم که انگلیسی مثل خوردن رو فالو کنید فالو کردن در کانال های انگلیسی مثل خوردن در همه جای اینترنت سال هاست که در خدمت شما ایم. در کانال یوتیوب انگلیسی مستاب خوردن هم خدمتگذار شما این با کلاس های آموزشی So follow me منو دنبال کن دنبالم بیا Follow me Follow me I feel much better. I feel much better. I feel یعنی من حس می کنم much بیشتر better بهتر much better یعنی خیلی بهتر آقا سرت درد می کرد دور از جون حالا چطوری میگه I feel much better خیلی بهترم حس خیلی بهتری دارم I feel much better I feel much better Where are you? Where are you? Where are you یعنی کجایی؟ سوالی که مامان وقتی زنگ میزنه اولش بدون سلام و اول پرسی سلام پسرم سلام دخترم Where are you کجایی؟ از وقتی که موبایل اومد ایرانی جماعت تا زنگ میزنه Where are you کجایی؟ آقا به تو چه من کجام؟ حرف تو بزن Where are you کجایی؟ Where are you Where are you Just shut up for a minute. Just shut up for a minute. Shut up, just for a minute. به مدت a یک دقیقه just shut up for a minute فقط برای یک دقیقه خفه شو بذار من حرف بزنم طبیعتا این جمله رو به رفیقتون به خیزی که خیلی باش جورین میتونید بگید یا طرف مثلا ممکنه که جر و بس کرده باشید بنابراین حواستون باشه خودتون دیگه عاقلید و بالغ و میدونید که کجاها استفاده کنید از این عبارت های بی ببخشید دیگه just shut up for a minute فقط برای یک دقیقه خفه شو Just shut up for a minute. Just shut up for a minute. Let us do it. Let's do it. Let us. Yani bemo ajaz be de ya biya Kudum do it. انجامش بدیم چی رو انجام بدیم یادگیری انگلیسی رو چه جوری بارها گفتیم برای اعتماد به نفستون اگر میخواید بهبود پیدا کنه خجالت حراس رو از خودتون دور بکنید بتونید یک جمله انگلیسی رو بیان کنید در قسمت کامنت عبارت و جملات رو بنویسید بهترین کاری که در حال حاضر میتونیم انجام بدیم نمیتونیم که پارتنر بیاریم خونه شما نمیتونیم که ملت رو جمع کنیم خونه شما با هم بشینید دیسکشن کنید با هم حرف بزنید بحث کنید بنابراین در حال حاضر از هر چیزی که داریم استفاده میکنیم به بهتر شکل ممکن چجوری در قسمت کامنت عبارت ها و جملات رو می نویسیم رشد میکنه اعتماد به نفسمون با صدای رسات تکرار می کنیم تا خوب تمرین کنیم Let's do it بیا انجامش بدیم Let's do it Let's do it What are you doing? What are you doing? What are you doing? یعنی داری چیکار کار میکنی؟ فضولی ما میخوایم ببینیم که داری چیکار کار میکنی؟ داری تمرین میکنی یا نه؟ What are you doing? داری چی کار میکنی؟ What are you doing? What are you doing? Are you doing? I am at office. I'm at office. Office یعنی اداره یا دفتر. I'm at office. من در اداره یا دفتر هستم. یه سوال داشتیم گفت Where are you؟ کجایی؟ شما میتونید در پاسخ بگید I'm at office. در دفترم، در ادارم. همچنین میتونید بگید I'm at home. در خونم. I'm at work. من سر کارم. بنابراین بعد از at میتونید به اون جایی که هستید اشاره بکنید و اعلام کنید که کجایید. در این مورد I'm at office. من در اداره هستم. I'm at office. I'm at office. It is none of your business. It's none of your business. business یعنی کار شغل. It's none of your business. احتمالاً خیلیاتون بلدید انقدر که جملات بیادبی و عبارتهای بیتربیتی و بعضیا بلدند جملات درست رو بلد نیستن. به It's none of your business. یعنی به تو مربوط نیست. این چیز، این موضوع، it داره اشاره میکنه بهش. مربوط به تو نیست. مربوط به شغل تو نیست. پس توجه داشته باشید. مراقب باشید که کجا استفاده میکنید. It's none of your business. به تو مربوط نیست. It's none of your business. It's none of your business. Is everything okay? Is everything okay? Everything یعنی همه چیز. Okay که یعنی رو راه برقرار is در ابتدای جمله اومده سوالیه. Is everything okay? همه چی رو به راهه؟ همه چی مرتبه؟ ما از شما میپرسیم. همه چی رو راهه؟ همه چی مرتبه؟ با روش انگلیسی مثل آب دقیقا یادگیری مثل آب خوردنه و در نهایت ازتون میپرسیم. Is everything okay? همه چیز رو راهه؟ Is everything okay? is everything okay i cannot agree with your opinions i can't agree with your opinions i can't yenimanimituramio i cannot agree with your opinions opinions any Ideha nazarot With your opinions, با ایده های شما I cannot agree. من نمیتونم موافق باشم. I can't agree with your opinions. من نمیتوانم با نظرات شما موافق باشم. I can't agree with your opinions. I can't agree with your opinions. It is up to you. It's up to you. Up to someone یعنی به اون فرد بستگی داره یه چیزی چه چیزی؟ It اون چیزی که داریم در موردش صحبت میکنیم It's up to you بستگی به تو داره به تو بستگی داره تو باید تصمیم بگیری ما هم همواره گفتیم یادگیری بستگی به خودتون داره اینکه چقدر به توصیح هایی که خدمتون اعلام میکنیم توجه کنید و اونها رو به کار بگیرید پس It's up to you به تو بستگی داره It's up to you It's up to you. Do me a favor. Do me a favor. Favor یعنی لطف. Do me یعنی انجام بده برای من a favor یک لطف. و معنی کاربردیش میگه لطفی به من بکن. تو فارسی میگیم یه لطفی به من بکن. Do me a favor. یه لطفی به من بکن طبیعتا قبل از درخواست هایی که دارید میتونید این رو استفاده بکنید چقدر هم زیبا و چقدر با کلاس و معدبان است Do me a favor لطفی به من بکن Do me a favor Do me a favor Do not be ridiculous Don't be ridiculous ridiculous یعنی مسخره کسی که لود بازی در میاره مسخره بازی در میاره don't be یعنی نباش be ridiculous یعنی مسخره باش و don't be ridiculous یعنی مسخره نباش بازی در نیار جدی باش روی موضوع چقدر کاربردیه در مورد رفیقاتو میتونید استفاده کنید don't be ridiculous مسخره نباش don't be ridiculous don't be ridiculous I knew it. I knew it. New گذشته نو دانستن گذاشتش میشه new I knew یعنی من میدانستم it اون چیز رو میدونستم فلان حرف و زدی خبر داشتم I knew it میدانستم I, I knew it I knew it Are you coming? Are you coming? Are you coming? حالت سوالی و حال استمراری. Are you coming? یعنی داری میای؟ مثلا زنگ زده بهت میگه داری میای خونمون. Are you coming? داری میای؟ یا سر کار بودی؟ حالا از سر کار در مدی بیرون زنگ زده بهت میگه Are you coming? داری میای؟ Are you coming? Are you coming? What is going on? What's going on? What is going on? یعنی اوضاع چطور داره میگذره؟ اتفاقات چطور دارن پیش میرن؟ خیلی کاربردیه در احوال پرسی ها و یا وقتی که میخواید از فردی در مورد اوضاع بپرسید. What's going on? اوضاع چطور داره میگذره؟ What's going on? What's going on? I have no idea. I have no idea. Idea یعنی ایده نظر. I have no idea یعنی من هیچ ایده ای ندارم، هیچ نظری ندارم. نمیدونم موضوع چیه. انصافاً عبارتهای بسیار پر کاربرد در انگلیسی روزمره و کاربردی. I have no idea. من هیچ ایده ای ندارم. I have no idea. I have no idea. It does not matter. It doesn't matter. Matter یعنی اهمیت داشتن مهم بودن. It doesn't matter. It اشاره میکنه به اون موضوع. مثلا یک اتفاق بدی افتاده و طرف میگه It doesn't matter. مهم نیست. مشکلی نیست. It doesn't matter. مهم نیست. اهمیتی نداره. It doesn't matter. It doesn't matter. How was your weekend? How was your weekend? Weekend آخر هفته تعطیلات How was یعنی چطور بود How is یعنی چطوره یعنی شما در تعطیلات هستید در ازتون میپرسه How is your weekend در تعطیلات چطور میگذره به تعطیلات چطوره آخر هفته چطوره و وقتی که تعطیلات تموم شده توی هفته میخواید ببینید آخر هفتهش چطور بوده How was your weekend آخر هفته چطور بود How was your weekend? How was your weekend? I have to leave early today. I have to leave early today. I have to leave. من باید ترک کنم. این محل رو باید ترک کنم. Leave گفتیم که یعنی ترک کردن. Early زود today امروز. I have to leave early today. یه قرار دارم با دوست دخترم با دوست پسرم. پس I have to leave early today. از سر کار باید leave early. باید زود ترک کنم محل کارم رو. پس I have to leave early today. من امروز باید زود بروم. I have to leave early today. I have to leave early today. What do you think? What do you think? Think یعنی فکر کردن. تلفظش رو دقت کنید. Think. THش که قبلا بارها در ویدیوهای دیگه در کانال انگلیسی مثل آب خوردن در یوتیوب میتونید دسترسی داشته باشید بهشون. قبلا گفتیم TH رو و در مورد تلفظ ای در think باید دقت کنید بین ای و ا یعنی نمیگم think یا نمیگم think 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 یعنی فکر کردن what do you think یعنی نظر شما چیه شما چی فکر میکنی نظر شما میخوای بپرسی در مورد یک ماجرا what do you think نظر شما در مورد این کلیپ آموزشی چیه خیلی کاربرد یعنی انصافا در انگلیسی روزمره کاربرد دارن این جملات و عبارت ها حالا میخوایم نظرتون رو بپرسیم what do you think نظر شما چیست؟ شما چه فکر می کنی؟ What do you think? What do you think? Be calm. Be calm. calm با ال ناخانا یعنی خانده نمیشه. کام یعنی آرام. Be calm یعنی آرام باش. نگران نباش. به تمرین بپرداز و خوب کار کن Be calm, Arambash. Be calm. Be calm. I apologize for being late. I apologize for being late. Being late یعنی دیر بودن تأخیر داشتن I apologize Apologize یعنی عذر خواهی کردن I apologize for being late برای تأخیر عذر می I apologize for being late I apologize for being late. How are things going? How are things going? How are things going? یعنی کارها چیزها چطور دارن پیش میرن؟ برای احوال پرسی میتونید استفاده کنید برای پرسیدن اوضاع و احوال دیگران میتونید استفاده کنید خیلی انصاف ان کار How are things going? چیزها چطور دارند پیش میروند؟ How are things going? How are things going? What do you want? What do you want? Want, خواستن. What do you want? What do you want? What do you want? What do you want? I cannot believe it. I can't believe it. Believe یعنی باور داشتن it اون چیزه رو I can't believe من نمیتونم باور کنم it اون حرفه رو اون موضوع رو که گفتی I can't believe it نمیتونم باورش کنم باور ندارمش اینقدر عجیب غریبه ما به شما میگیم اگر با این درس از ابتدا طبق روشی که بهتون گفتیم کار بکنید تمرین بکنید وقتی که به انتهای این درس برسید میتونید راحت عبارت ها و جملات رو با تمرین چند باره بیان کنید خوب یادشون بگیرید انگلیسی به همین سادگیه و شما میگید I can't believe it نمیتونم باورش کنم و ما میگیم Of course you can you have to believe it شما باید باورش کنید با تمرین میتونید مسلط بشید بهش I can't believe it نمیتوانم باورش کنم I can't believe it I can't believe it I got it. I got it. I got گذشته I get. I get یعنی من میگیرم و I got گذشته I get یعنی گرفتم. چی رو it اون موضوع رو اون حرفی که زدی رو I got it گرفتمش فهمیدمش. ما به شما بارها گفتیم خوب پیش بیایید با صدای رسا بیان کنید و شما میگید I got it گرفتمش فهمیدم آفرین بر شما که انقدر عالی هستید آفرین بر شما که انقدر هوشمند هستید و توجه میکنید I got it گرفتمش فهمیدم I got it I got it See you next time. See you next time. Next time یعنی دفعه بعدی. See you یعنی میبینمت. See you next time. دفعه بعدی میبینمت. در خداحافظی ها استفاده میشه. به جای goodbye هم میتونید بگید. See you next time. دفعه بعدی میبینمت. ما هم به شما میگیم در کلیپ های بعدی انگلیسی مثل خوردن در کانال یوتیوب انگلیسی مثل خوردن شما رو خواهیم دید. See you next time. دفعه بعدی میبینمت. See you next time. See you next time. Have a good time. Have a good time. Good time یعنی اوقات خوش. Have a good time یعنی اوقات خوشی داشته باشی. در خداحافظی ها میتونید استفاده کنید یا وقتی که میخواید موقتا از طرف دور بشید میگید have a good time. اوقات خوشی داشته باشید. Have a good time. اوقات خوشی داشته باشید. Have a good time. Have a good time. خدا قوت حالا میخوایم یه حرکت بزنیم کارستان یه حرکت بزنیم در حد تیم ملی چیکار کنیم یعنی میخوایم خودمون رو محک بزنیم چه جوری مگه میشه بله شما زحمت کشیدید تا اینجا کلیپ همراه بودید در این درس و در این کلاس شرکت کردید طبق روشی که خدمتتون عرض کردیم حالا باید بتونید خودتون رو محک بزنید محک زدن چجوریه؟ هیچ کاری نداره در ادامه ما عبارت ها و جملات رو با سرعت نرمال میخوایم بخونیم شما هم با ما همراه باشید سعی کنید یک بار با سرعت نرمال عبارت ها و جملات رو با هم بخونیم و البته باید صدای خودتون رو ضبط کنید وقتی که دارید میخونید مقایسه کنید با نحوه بیان و تلفظ و با سرعت و روون بودنی که در ادامه قرار بخونیم ببینید اگر با این سرعت و با این روون بودن میتونید جملات و عبارتها ها رو بخونید که اوکی دمتون گرم خدا قوت برای مرور دوباره این ویدیو رو ببینید اگر نتونستید بچه ها به خودتون خیانت نکنید لطفا برگردید از ابتدای این درس گام به گام لحظه به لحظه همراه با این کلیپ این کلیپ رو دوباره ببینید این کلاس رو دوباره شرکت کنید تا خوب خوب خوب, خوب یادش بگیرید بتونید این جملات رو به راحتی و روان بودن بخونید... و البته باز هم با مرور دوباره اونها رو یک بار برای همیشه به ذهنتون خواهید سپرد پس فراموش نکنید یار و محکی که شما باید خودتون رو در اون بسنجید این است که باید بتونید جملاتی که در ادامه خدمت شما با سرعت نرمال و روون همونطوری که یک نیتیو میخونه اونها رو بتونید اونها رو بخونید صداتون رو ضبط میکنید و مقایسه میکنید با سرعت و روون بودنی که در ادامه جملات رو خواهیم خواند آماده این بزن بریم Come with me. Can you turn the volume up? What did you say? Do you know what I mean? Don't worry. I don't agree. Did you get it? Where are you from? Do as I say. Have a good trip. A lovely day, isn't it? What do you need? Please come as soon as possible. Come on. I hope so. Do you understand me? What's your phone number? Call me any day. I admire you. Can I help you? What do you want to do? I decline that. Enjoy yourself. You are wasting my time. Do you need anything? Where are you going? I hope you understand. Don't move. I'm tired. I'm bored. Can you please repeat that? How can I go to the city? Absolutely not. God bless you. I'm good at my work. Leave it to me. Are you coming with me? Could you help me? Don't be so childish. I'm busy at the moment. Can I ask you something? When is the train leaving? Cheer up. I hate you. Are you sure? I'm sorry, I can't assist you. Forget it. I'm sorry to interrupt you. How much is it? Where do you live? Forgive me. They like each other. How do you feel? Where did you get it? Be careful. I can't wait any longer. Anything else? Be quiet. I don't have time. Are you kidding? What's your email address? I don't want it. You are driving too fast. Talk to you tomorrow. What are your hobbies? It really takes time. Not yet. Slow down your car. Nice to meet you. What are you talking about? I'm on a diet. Follow me i feel much better where are you just shut up for a minute let's do it what are you doing i'm at office it's none of your business is everything okay I can't agree with your opinions. It's up to you. Do me a favor. Don't be ridiculous. I knew it. Are you coming? What's going on? I have no idea. It doesn't matter. How was your weekend? I have to leave early today. What do you think? Be calm. I apologize for being late. How are things going? What do you want? I can't believe it. I got it. See you next time. Have a good time. خدا قوت تا اینجا کلیپ با هم اومدیم پر کاربرد ترین عبارت ها و جملات انگلیسی روزمره رو که در مکالمه های روزمره بسیار کاربرد دارن رو با هم کار کردیم با هم یاد گرفتیم 100 تا از این موارد رو بیان کردیم امیدواریم که مورد توجه شما عزیزان قرار گرفته باشه و روش درست تمرین رو دارید مشاهده میفرمایید روی صفحه طبق این روش تمرین کنید تا به نتیجه دلخواهتون برسید آرزوی تندرستی خرسندی شادکامی و بهروزی رو براتون داریم همراه با خانواده محترم رامتون در هر کجای دنیا که هستید